اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده‌های عزیز، امیدوارم که خوب و خوشحال باشیم و احترامات ما رو قبول بکنیم. همه با هم تکبیر، الله اکبر. عزیزای بیننده، یارانی که با ما همگام شدین مدت‌های، و عزیزایی که امروز برنامه ما رو می‌بینید از تلویزیون اصلاح، برنامه ورزش و تندرستی، در خدمت شما هستیم با یک سری حرکات دیگه. البته گپ همیشگی خود من مجبورم بگم، چون هر روز شما وقتی میبینیم یک تعداد عزیزان ما با ما اضاف میشن که با ما همگام میشن، یا اینکه نوتل برنامه ما رو میبینن. بدن ها گرم، یعنی یک مرحله شما باید حتما 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از اینکه برنامه شروع میکنیم ما از طریق تلویزیون پخش از دور عزیزان ما شروع میکنند، شما گرم باشین و حرکت هایی که ما ست های حرکات ممکنه بعضی قسمت های تکراری باشه و حرکاتی که ما در نظر میگیریم انشالله با هم دیگر کار میکنیم. باز تکرار میکنم این گپ همیشگی منه که نظر به پیشنهاد عزیزایی که تلویزیون ها رو میبینن، برنامه ما رو میبینن، یا نظر به ای که پیشنهادای دارن که فلان قسمت از بدن ما مشکل داره، ما مجبوریم برنامه بسازیم. و این هم بیاد شما باشه که همه عضلات بدن، یعنی همه در مجموع عضلات بدن، مویرگ ها ما نیاز به حرکت داره، نیاز به جنبش داره. تا زمانی که ما اینا رو حرکت ندیم نمیتونیم که ما اینا رشد بدیم، یعنی اینا اصلاح بسازیم. ما امروز در برنامه که امروز برای شما در نظر گرفتیم دو تا وسایلی که خیلی راحت ساخته میشه و در قسمت‌های مختلف از اون ما میتونیم استفاده بکنیم، امروز در برای شما نشون میدیم. ببینیم عزیزا، دو تا چوبه، یعنی شما میتونیم این ارتفاع از این یک دانه از اون نشون میدم، این میتونیم بلندتر بکنیم و این قسمت راحت با دست خوب بگیریم. توسط از این تعداد حرکات مختلف میتونیم ما و شما انجام بدیم. امروز ما با شما حرکات شنا کار میکنیم، حرکات پرس، وقت حرکاتی که به قسمت سینه و شانه و رانه اینا استفاده میشه و قسمت شکم هم تحت تاثیر قرار میگیره. خیلی راحت از این دو دونه میتونیم داشته باشین شما در خانه، فقط یک توت چوب به زیر این طرف یکی طرف. این قسمت را هرچی کلانتر باشه یا دو تا رو با هم دیگر وصل بکنیم که بلندتر بشه، میتونیم بیشتر فشار بیاریم و حرکات دیگه هم میتونیم کار بکنیم. چیزی که ما شما قول داده بودیم از یک سته حرکت بعدی ما شما ببینیم عزیزا، باز هم یک تکه چوبیه، یک تنابیه، وسط چوب سوراخ میکنیم، تناب را از اینجا به در میکنیم، این سر چوب یک چنگک داره. شما میتونیم خیلی راحت یک چیز دیگه هم که یک واشر یک قسمت هم از آهن به خاطر از این کیر ما بتونیم چیکار کنیم، با هم وصل بکنیم. اگر این چیز هم میسر نبود برای شما هیچ مشکل نداره، میتونیم یک بشکگه که از بشکای روغن استفاده شده تعذیر خاک کنیم، آب کنیم، این به دستی از چنگک کنیم، یا یک کیسه پلاستیکی فرقی نمیکنه، یک کیسه لتگی هر چی که وزنی شما میتونیم برای شما میسره بسازیم از او، ولی ما در داخل کلاب از استفاده میکنیم. این حرکات از به قسمت دست ها شما فایده داره، چون ما از این فعلا یک به دسترس داریم، داخل کلاب دوستان نوبتی کار میکنن، ما فقط از این یک سر یا دو ستر کار میکنم، عزیزان پشت سر منتظر میمانند تا باز حرکات بعدی خودنا کار کنیم. ایر به یالت حال ما فعلا چون وزن نداریم، این داخل میشه و داخل از این قسمت این در حقیقت چنگک شد. شما خیلی راحت از این میتونیم تکرار میکنم که از کیسای پلاستیکی از هر چیزی که شما میخواین، فقط هدف سر از اینه که باید چنگک بشه به این قسمت. ببینیم ما از پهلو برای شما نشان میدم، دستا صاف به اندازه شانه، یعنی موازی با زمین، پایین و بالا شدن از این با... یعنی هدف معنی از این میده که برای شما سنگینه، کوشش کنیم وزن رو به اندازه تعیین کنیم برای خود خو که فشار سر دستا شما نیه، شانه نفته که پایین بتونیم درست ستر انجام بدیم، بس بعدی کمر خور به یالت نواد بکنیم. یعنی وقتی که این سنگین باشه اتومات چکم میه جلو میه، فشار میه سر کمر، برای کمر خوب، برای ستون فقرات خوب، باز آسیب وارد میکنیم. لازم من یک بار این از پهلو انجام میدم، یک بار از روبرو انجام میدم، به دلیل از اینکه از این وسیله کمتره. شما ببینیم وقتی رو دست خود میگیریم با هر حرکت میپیچونیم میایم بالا، ببینیم مچ دست چیکار شد، مچ دست حرکت میکنه، ببینیم که با مچ دست شما، چون هر حرکتی که انجام میدیم شما عضلاتی که به این قسمت قرار داره تحت فشار، تحت تاثیر وزنه قرار میگیره. تکرار میکنم که به این شکل نشه بدن درست منظم مرکز قدرت ما هر دو پامونه مستقیم با حالت قرار میگیریم، شکم چنگ به داخل اگر میخوایم که درست تاثیر بکنه. ایر اگر از بازار چوب بنوشر بخریم خود شما به خونه رنده کنیم،
شاید که 10 روپیه هم بالا شما نفته متر ایرم که حساب کنه متر مچم 5 روپیه چنده. یعنی دستکار که اگر جور کنیم برای تمام شما عزیزایی که در خانه زندگی میکنیم، یعنی در اجتماعی که نیازه که ما فشار زندگی تحمل بکنیم، از این نیاز داریم ما و شما. یعنی میتونیم خیلی راحت او عزیزایی که رخشویی میکنن، او عزیزایی که با موچ دست مشکل دوچار شدن، یعنی همه از این چند حرکت که انجام بدیم بعداً میفهمیم که شما به بدن خود چی کار درستی انجام دادیم. اگر ما میتونیم اشتباهی بدن راست ببینیم با هر حرکت ها تناب چوب رو پیچ میدیم که وزنه بیای بالا بیای. ببینیم راحت این وزنه شما 10 کیلو 20 کیلو هر چی که میخوایم میتونیم به این اضافه بکنیم. عزیزایی که در بس هنرهای رزمی کار میکنیم، عزیزایی که در باسکتبال و والیبال، تنیس، پین پونگ، رشته‌های مختلف شما میتونیم از این استفاده بکنیم تا ای که دستای قوی داشته باشیم. بخصوص عزیزایی که باسکتبال میکنن، عزیزایی که والیبال میکنیم، عزیزایی که تنیس میکنیم، همگی، حتی بعضی از عزیزایی که ضربات مشت کار میکنیم، یعنی نیاز داریم به هنرهای رزمی که قدرت مشت شما بره بالا بره، از این استفاده میکنیم. شما یک بار اگر انجام بدیم متوجه میشیم که چک زر سر بدن شما فشار میه. یک دور اما از این از قسمت جلو انجام میدم که عزیزا ببینید، یعنی به همه عزیزا نیازه. هر کسی که زندگی میکنه دست حرکت میده شعار همیشگی مونه، یعنی که تا زمانی که ما زنده ایم باید حرکت بکنیم. یعنی ورزش یعنی حرکت، حرکت یعنی زندگی. وقتی در خانه، در اجتماع، در هر جا زندگی میکنیم نیاز به یک بدن قوی و سالم داریم. بدن ما و سر ما حق داره. از جلو رو انجام میدم یک بار. یک ببینیم که موچ دست کاملا بپیچید، این بست برعکس، یعنی همزمان یک دست رو بالا میپیچه یک دست رو پایین میپیچه همزمان. ببینیم راحت وزنر حتما مهم نیه که شما چیکار کنیم. این 10 کیلو 20 کیلو کنیم. برای مرحله اول 1 کیلو 2 کیلو یک بوتل آب خوردی، یک کیسه گگ ریگ تقریبا نیم کیلو یار چی که ماهی باشه ها، راحت دست ریله میکنیم میر میپیچونیم. یکی از وسایلی که ما راحت میتونیم از این چه کار کنیم استفاده کنیم. یک بار ما از ای دوستا خواهیم یک تقاضای میکنم ببینیم که چه کار میتونم بکنن. ماشاءالله ببینیم کاملا شکم داخل، کاملا کمر راست، شانه ها، ببینیم کلن تحت تاثیره. اگر یه حرکت رو برای روز اول انجام بده ممکنه که حتی قاشق به دست گرفته نتونید. پس لازم وزن رو سبکتر کنین. وزنی که ما وصل کردیم به فعلا 2.5 کیلوه. قهرمان ها تا 10 کیلو رو میزنن برای فعلا، یعنی کسایی که در داخل کلاب تمرین میکنن 10 کیلوی حرکت انجام میدن. مخصوصی برای هنرهای رزمینیه، این برای ساختن بدن قویه. بعضی از عزیزا اشتباهان فکر میکنن بعضی از حرکات ما مخصوص برای هنرهای رزمیه. خیلی راحت ما اگر شما چهار طرف کلاب ما رو ببینیم خیلی کم وسایلی که ما از بیرون خریداری کرده باشیم، یعنی به قیمت بالای، همه در داخل هرات ساخته شده، همه از وسایل و امکانات خیلی راحت و جزئی. در برنامه‌های آینده انشالله اگر خواست خدا بود باز در برنامه ما ممکنه که کلاب‌های مختلف رو ما بریم. عزیزایی که میخواین که با اونا هم کار باشیم در داخل کلاب از همون وسایل خود از اونا باز محرکات استفاده بکنیم، انشالله که میشه با ما تماس بگیرند، ما در خدمت از اونا هستیم. خب امروز بحث از این که چه قسم دستار قوی بسازیم. هر وسیله هم خیلی راحت یک وسیلی تقریبا به 50 ریپ 100 ریپ شما میتونیم بسازیم و انشالله وسایل دیگه هم که ما از او استفاده میکنیم آرام آرام برای شما معرفی میکنیم. میگیریم یک حرکت بعدی خور سرچوب از او استفاده میکنیم. چه کار باید بکنیم؟ حرکات شنا وقتی که انجام میدیم و عزیزایی که تا آخر پرس میکنم که دیگه جان داره، نیاز دارم که اگر ارتفاع بالاتر باشه که بیشتر سینر پرس بکنن، یعنی این قسمت های بدن بیشتر کشیده بشه، دست از او اندازه بیشتر بره بالا تا ای که در زمان استفاده از ضربات مشت یا کارهای روزانه این انعطاف داشته باشه که باز به قسمت شانه ها با مشکل دوچار نشن، یعنی آسیب نبینه. لذا امروز ما حرکت شنار، حرکت های مختلف شنار با همین وسیله که توسط چوب ساخته شده، البته از این
همین چوب را اگر ما برای شما بگم شاید خدا مر دروغ نکنه 10 سال میشه ما از این استفاده میکنیم، یعنی 10 سال میشه از این سیستم های جدیدن به بازار هم بیامده که آنها کج و کجول رو میسازم اونا هم مورد استفاده میتونه قرار بگیره. پس حتما نیاز اینه که شما از وسایل قیمتی استفاده کنیم. حرکت شنا دستا باز میریم با هم عزیزا آمادگی بگیریم. دوستان ما از وزنه استفاده میکنن، میشه که وزنه رو به این شکل و زیر دست قرار بدیم، انگشتا خود به خاطر از اینکه کمی پرس بیشتر فشار بیه. با هم یک ببینیم کامل میریم پایین. کازی میشه بزرگوار یک دفعه فوکس کنیم که قسمت سینه متوجه شن. ببینیم عزیزا به زمین تماس نمیکنیم تا نزدیک به زمین. ببینیم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یک دو. عزیزا وقتی که یک حرکت درست انجام بدین، یکی بار بس از اینه که سرعت میریم بالا، یکی بس از اینه که آروم حرکت قدرتی انجام میدیم، بدن به لرزه میفته. که یعنی معنی از اینه که سر قسمت های مختلف از بدن فشار وارد شده، به دلیل از اینکه عضلات چون تحت فشار بود راحت میتونیم اینا رو یک ماساژ راحت بدین تا اینکه سیت بعدی رو باز همراه شما انجام بدیم. یک کش میکنیم عضلات خور میبریم بالا، سیت بعدی رو انجام میدیم. آماده؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یک دو. ما سه‌تار کمتر در نظر گرفتیم، شما باید بیشتر انجام بدین. ما قهرمانایی داریم که تقریبا اگر تناب رو برای شما بگم تناب زنی در سطح هرات داریم 1500 تا تناب رو یک نفس میزنن، یعنی حرکت تنابه. همو تو اگر خواسته باشین قهرمان ها خورما به شما معرفی بکنیم، ممکنه که حرکت های شکمر به صدها برن، یعنی بیشتر از صد تا و یک ضربه بزنن، یعنی یک بار. ولی ما و شما میخواییم که آروم آروم بدن سالم و قوی داشته باشیم. اگر در بحث مبارزات و نمیفهم مسابقات نمایم انجام بدیم، ولی حداقل بدن فرز و قوی و خوبی داشته باشیم. سه بعدی ما یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یک دو. دستا باز وقتی که میشه در هر اندازه که دستا جمع شه و باز شه در زمان شنا، یک قسمت از بدن رو به کار میندازه، یعنی قسمت های مختلف رو به کار افتاده. شما وقتی حرکات نزدیک یا فاصله میگیریم به قسمت بدن ما هوش، به قسمت دست ما هوش، فقط دو تا یا سه تا عضله وجود نداره. خود شما میفهمید که عضلات بافته از قسمت ها مختلف، ما نیاز داریم که عضلات رشد بدین تا اینکه یک دست قوی، یک شانه قوی، یک قسمت کتف قوی داشته باشیم، یک بدن قوی داشته باشیم. پس وقتی که فاصله از این ببینیم این فعلا بودن یک متره، دستا باید کشیده شه. وقتی ما فاصله از این رو تغییر بدیم باعث از این میشه که یک قسمتی از بدن اضافه تر به کار بفته و سرمون قسمت بیشتر فوکس بشه. عزیزان به این حالت یعنی از پهلوم انجام میدم دستار جلوتر میبریم. یک حرکت اینه که دستار کاملا عمودی قرار میگیریم، پرس میکنیم. ما امروز دستار کمه که خیلی نه، کمی جلوتر قرار میدیم. میخواییم که قسمت فشار بیشتر سر بدن وارد بکنیم. آماده؟ دستا جلوتر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده بیشتر جلوتر، یعنی بیشتر میبریم دستا خور از جلو نگاه بکنیم. به حرکت پیشتر دستا عمودی بود، به این حرکت دستا کشیده به یالته. پشت دستا رو به جلو، سر چهار دور میدیم. شما هم خیلی خوب شما کف دست رو به یالت بگذاریم. ماشاءالله. ها دستا رو ببینیم عضلات عمودی خطا خورد. یک دو سه چهار
پنج، شش. باز هم دستار میکشیم بالا. دوست به دلیل ازی رفتم که وقت برنامه ما تقریبا ختم شد، مجبور شدیم که کشیده دستا سمت راست، سمت چپ. دو تا از وسیله‌هایی که برای شما قول داده بودم که شما داخل خانه خور میتونیم با یک قیمت خیلی کمی وسایل برای خود سازیم که داخل خانه شما چی باشه؟ باشگاه ورزشی باشه، باشگاه بدنسازی فکر کنیم، باشگاه رزمی فکر کنیم، هر چی که شما دوست دارین. یعنی خانه خور با حدوداً 3-4 هزار افغانی کم کم میتونیم که یک کلاب ورزشی بسازیم و در اونجی با خانواده یک جا، از اون طفل خورد شما شروع تا همشیرهایی که نیاز دارم اونو هم بدن قوی داشته باشن، چون واقعا که هم نظر فکری یا نظر ذهنی نیاز به این است که مادرها و خواهرها و همشیرها ما و اولادها ما چی اونا هست چیز کور قوی باشن. واقعا زحماتی که همشیرها ما داخل خانه میکشن، اگر یک مرد در دو روز ما و شما بریم اونجا شاید که صبر و تحمل تمام بشه. پس همه ما و شما نیاز داریم که بدن قوی داشته باشیم، ذهن آرام داشته باشیم تا اینکه بتونیم در امورات زندگی موفق‌تر باشیم، از عبادت گرفته تا کارهای روزمره. موفق و پیروز باشیم، امیدوارم که خوب و خوشحال باشین. مجبوریم که با شما خداحافظی بکنیم، اما قبل از او صلوات. اللهم صل علی محمد و آله و اصحاب محمد.